معاهده مبارزه با پولشویی که حالا همون مبارزه در واقع با جرائم سازمان یافته فراملی است که بهش میگیم پالرمو و معاهده مربوط مبارزه با تامین مالی تروریسم ما بهش میگیم CFD. در این دو معاهده تقریبی الان همه کشورهای جهان هستن، تقریبا نزدیک 200 تا. دو سه تایی که نیستن مثلا ما کره شمالی، دو سه تا کشور تو بعضیشون که اصلا اسمشون هم راحت نمیشه گفت. از سال 2009 تا 2016 تو لیست سیام بودیم ولی تجارت مالی رو هم داشتیم. من بحثم اینه که خانم دکتر پیوستن ما چه مزیت نسبی بر ما میاره؟ ببینید، اولا توجه بکنید تو اون سالها تحریم به این شدت نبود. همون سالها ما مجوز 1 میلیون بشکه نفت داشتیم. ببینید، وقتی شما ملحق بشید و بتونید تا یه حدی حداقل با ارزهای ملی به من دقت بکنید، حداقل با ارزهای ملی در واقع گروه اقدام مالی بگه نه معامله که مشکوک نیست، با ارزهای عادیمون بتونیم معاملاتمون رو انجام بدیم، تو همین چارچوب ببینید چقدر هزینه ما کمتر میشه. ما الان هزینه هایی که داریم میپردازیم برای اینکه بتونیم این مبادلات رو انجام بدیم هزینه نسبتا بالایی است و خب یه بخشش مال این که از دلار نباید استفاده بشه، دقت میکنید؟ ولی اگر ما توی این لیست FATF بریم سیاه، حتی ارزهای ملی، حتی بانکهای معمولی هم نمیتونن با ما مراوده داشته باشن. به علاوه ما باید دراز مدت نگاه بکنیم، ما که قرار نیست تا ابد توی این تحریم های ایالات متحده بمونیم، پس یک تا ابد قرار نیست در واقع بمونیم. دوم این که بالاخره ما نمیتونیم به عنوان یک کشور بزرگ که ببینیم ما اقتصاد تقریبا الان حوالی 20 دنیاییم، تو 10-15% بالای دنیا هستیم، یه همچین اقتصاد بزرگی نمیتونه از بانکداری بین المللی که شریان اقتصاد و تجارت بین المللی منقطع و منتزع باشه. یعنی حتی یه جزیره کوچکم الان نمیتونه، یه جزیره با 3000 نفر جمعیت از خشکی های دنیا منقطع ها، ولی از بانکداری بین المللی نمیتونه، چون برای مایحتاجش باید مبادله بکنه. پس اینو ما نباید به عنوان یه فاکتوری فکر کنیم ما میتونیم این رو کنار بگذاریم. بنابراین ما بهتر تعامل بکنیم و تحریم های یک جانبه ی آمریکا رو تبدیل به تحریم گسترده و تحریم 200 کشور نکنیم. آقای دکتر ظریف به صراحت اعلام کردن که نه من نه رئیس جمهور نمیتونیم تضمین بدیم که با پیوستن به این معاهده ها مشکلات حل میشه. شما به عنوان کسی که به صلاح حقوق بین الملل کار کردید و روی موضوعات کار کردید، تو این زمینه یک تضمینی وجود داره که وضعیت بهتر بشه؟ ببینید، مسلماً از بدتر شدن اوضاع احوال جلوگیری میکنه، چون خیلی طبیعیه ما الان با ارزهای ملی داریم کار میکنیم، ولی الان بانک حتی روسیه هم به ما توجه داده، چین هم به ما توجه داده که اگر رفتید تو لیست سیاه ما مشکل خواهیم داشت. یه جمله آقای رئیس بانک مرکزی گفت که برای من جالب بود، گفت آخه فقط که نباید تضمین داد اوضاع بهتر بشه، اونی هم که میگه نکنیم بیاد تضمین بده اوضاع بدتر نمیشه، اونم هست. یعنی خب ما آخه اون که ما تا الان بودیم دیگه از این که بدتر نمیشه که این شرایط چرا بریم. ما الان سه تا اقدام مقابله الان چین و روسیه و کشورهای همسوی با ما میگن آقا بانک ما، پست ما و دیگر نهادهای مالی اعتباری ما میخوان با شما کار کنن دچار مشکل میشن، چون ریسک اون بانک ها بالا میره.